عرض سلام و احترام خدمت همراهان گرامی دوره میکروتیک MTCNA ای. امیدوارم که دوره پربای رو با هم داشته باشیم و تمام مواردی که قرار کاور بشه به خوبی به شما دانشجوی گرامی منتقل بشه خب همونطور که مستظر هستین شرکت میکروتیک در سال 1996 در کشور لتونی یا همون لاتویا توسط دو دانشجوی دانشگاه MIT با هدف ساخت روتر او و وایرلس آی بر پایه لینوکس به روی سیستم های x86 یا در واقع پی بنا نهاده شد یعنی در واقع ما با داشتن یک پیسی میتونستیم با نصب روتر و شرکت میکروتیک عملیات روتینگ رو انجام بدیم که واقعا بسیار بسیار میتونست اون زمان مفید باشه اما در سال 2002 دوستان به این نتیجه رسید شرکت میکروتیک که سخت افزارهای پیسی نمیتونه پرفرمنس کافی و یا بهتر بگیم کارایی لازم رو داشته باشه به همین خاطر به فکر تولید سخت افزار در کنار نرم افزار روتر اوس افتادن که باعث همکاری با شرکتی به نام روتر شد و باعث شد روتر اوس های میکروتیک داره سخت افزار اقتصاسی باشم که قطعا پرفرمنس بسیار بالایی رو در کنار قیمت کمتر به همراه داشته باشه دوستان شرکت میکروتیک واقعا شرکت قدرتمندی شده و ما میتونیم حتی با یک نگاهی به تاریخچه شرکت میکروتیک متوجه بشیم که در دو سال گذشته تعداد کارمندهایی که شرکت میکروتیک استخدام کرده دو برابر قبل بوده که اینجا در تصویر میبینیم که در سال 2020 تعداد کارمندهای شرکت میکروتیک به 280 نفر رسیده در حالی که در سال 2016 17 اگه اشتباه نکنم چیزی حدود 140 نفر بیشتر کارمند نداشت که این نشون میده که این شرکت بسیار بسیار داره پیشرفت میکنه و میتونه بازارهای بیشتری رو طلب کنه که اگه یک سرچ ساده تو اینترنت داشته باشیم میتونیم نمونه های بسیاری از این محصولات رو ببینیم محصولاتی هم از روتر، سویش و حتی وایلس که در بازار ایران بسیار بسیار محبوب هستش و رقیب ارزان قیمت و سرسختی برای شرکت قدرتمند در این حوزه رو میتونه باشه خب روتر های شرکت میکروتیک میبینیم که واقعا متنوع هستش و قطعا در بخش بعدی سعی میکنیم که به بررسی بسیار, بسیار بسیار بیشتری از این محصولات بپردازیم اما اگه بخوایم در رابطه با روتر او صحبت کنیم یک سیستم عامل هستش که بر پایه لینکس ساخته شده و این سیستم عامل میتونه برای ما به عنوان یک روتر همراه با فایروال البته نه واقعا نیکس فایروال یک فایروال زوم بیس فایروال باشه میتونه به عنوان یک وی سرور و یا حتی یک وی پی کلاینت باشه میتونه در نقش یک وایلیس اکسس پوینت عمل کنه میتونه بحث کپتی پورتال رو داشته باشه و امکانات بسیار دیگه ای که سعی میکنیم در این دوره باش آشنا بشیم اما برای دسترسی و کانفیگ کردن این روتر او اس ما میتونیم از طریق کامند لاین حالا کامند لاینی که نوع دسترسیش میتونه تلنت باشه میتونه اس اس باشه و حتی میتونیم از طریق ویفیک یا ویندوز بیس که به صورت وین باکس هستش به صورت گرافیکی دسترسی داشته باشیم خب قطعا ما میکروتیک رو بیشتر با وین باکس میشناسیم و تقریبا اکثر کانفیک هامون رو از طریق نرم افزار وین باکس که قابل نصب در ویندوز مایکروسافت هستش انجام خواهیم داد اما وفیک هم وجود داره که ما میتونیم از طریق وب تقریبا محیط رو شبیه وین باکس داشته باشیم تلنت و سکیورشل یا همون اس اس اش هم قطعا شما از من بهتر میدونید که به مانند کامن لاین هستش و ما باید از طریق دستورات کانفیگ روتر او رو انجام بدیم اما اگه بخوایم در رابطه با ورژن های روتر او صحبت کنیم همونطور که در تصویر هم میبینید عمده این ورژن هایی که وجود داره از ورژن 3 هستش تا ورژن 6 که البته ورژن 7 هم تقریبا بعد از 7 سال داره ریلیز میشه ولی هنوز در مرحله بتا هستش و من فکر می‌کنم حداقل تا 6 ماه آینده ما نمیتونیم به صورت استیبل با ورژن 7 کار بکنیم خب در تصویر میبینیم که ورژن 3 بر پایه لینکس 2.4 بنا نهاده شده و حالا آخرین ورژنی که به صورت استیبل وجود داره ورژن 6 هستش میجر ورژن 6 رو حالا دارم صحبت میکنم بیسش لینکس 3.3.5 هستش و تقریبا میتونیم با خیال راحت از آخرین ورژنش که در آینده با اون آشنا میشیم کار بکنیم اما خاطرتون باشه که روتروس ورژن 7 بر پایه لینکس 414 پایه ریزی شده که قطعا میتونه پرفارمنس بسیار بالاتری رو نسبت به روتروس ورژن 6 داشته باشه علل خصوص که تقریبا بعد از 7 سال میجر ورژن رو داره تغییر میده و یک ورژن رو بالاتر میبره خب اگه بخوایم در رابطه با میکروتیک سرتیفای ترینینگ پروگرام صحبت کنیم میبینیم که شرکت میکروتیک ده تا مدرک رو ارائه میده از MTCN که کره همه مدارک هستش و ما هر مدرکی که بخوایم بگیریم حداقل ما باید MTCNA ای رو داشته باشیم تا MTCR که در رابطه با روتینگ صحبت میکنه و شما با علم روتینگ آشنا میشین در رابطه با MTC -E اگه بخوایم صحبت کنیم بحث وایلس رو پیش میکشه و تقریبا ما با اکثر تکنولوژی وایلیس آشنا خواهیم شد بحث MTC TCE هستش که بحث ترافیک کنترل انجین هستش و شما میتونید کنترل ترافیک رو با میکروتیک انجام بدین MTC UME بحث یوزر منیجمنت انجینیر هستش و قطعا میتونه به شما در رابطه با یوزر منیجمنت کمک بکنه همچنین MTC INE یک دوره بعد از MTC هستش و مباحث پیشرفته تر روتینگ رو به ما یاد میده و ما میتونیم با MTC INE MPLS یاد بگیریم و خیلی از مواردی که انشاءالله در دورهای بعد با اون آشنا خواهیم شد MTC ورژن 6 که مهندسی آی پی ورژن 6 هستش و ما میتونیم سرویس های که روی میکروتیک با ورژن 4 یعنی آی پی ورژن 4 بالا میاریم رو این دفعه با ورژن 6 بالا بیاریم و همچنین یاد بگیریم که اصلا آی پی وی 6 چی هستش و چه قابلیت هایی رو به ما میده دورای جدیدی که شرکت میکروتیک ارائه داده یعنی اس ای بحث سکیوریتی انجینیرینگ میکروتیک هستش و ما با MTCSE میتونیم قابلیت امنیتی بسیار بسیار زیادی رو با میکروتیک سکیور کنیم و یاد بگیریم که چجور یک شبکه ای که با میکروتیک ساخته شده رو سکیور کنیم همچنین بحث MTC W هستش که سویچینگ میکروتیک رو به رخ میکشه و ما میگه که ما میتونیم با میکروتیک سویچینگ خوبی داشته باشیم البته اینم بگم که MTC W -E تازگی به تازگی ما مدارکش رو داریم میبینیم و از دورایی هستش که به تازگی ریلیز شده و در نهایت بعض MTC-EWE هستش که باز موایس پیشرفته تر وایلس رو اینجا ما داریم و ما میتونیم با MTC-EWE وایلس رو در سطح انترپرایز با وایلس رو میکروتیک پیاده کنیم خب اما کورس ما که MTCNA هستش به چه شکل همطور که میبینید آخرین ادیتی که برای کورس MTCNA اومده ژانویه 2016 هستش کورس ما اگه به صورت فشرده بخواد برگزار بشه سه روز طول میکشه و همچنین ما باید اینجا حتما حتما قبل از اینکه بخوایم این دوره رو بگذرونیم با TCPIP و نتینگ آشنایی کامل رو داشته باشیم و بعد نیست که حتما IPv4 توتوریال رو هم سرچ کنیم و مطالبی رو در رابطه باش یاد بگیریم اما اگه میخوایم در رابطه با سرفضل های MTCNA صحبت بکنم همونطور که میبینید ماجول اولش در رابطه با میکروتیک صحبت کرده که اصلا روتر بورد چیه روتر OS چیه بعدش ما با هم یاد میگیریم که وین باکس چگونه عمل میکنه مک وین باکس چیه و ما چجوری میتونیم از طریق وین باکس به روتر او های شرکت میکروتیک چه آی بیس و چه مک بیس یعنی چه در لایه دو و چه در لایه سه اتصال پیدا کنیم همچنین با هم فیک رو یه آشناییت کوتاهی باش خواهیم داشت و میبینیم که فیک هم میتونه برای ما بسیار کاربردی باشه یاد خواهیم گرفت که CLI روتر وس به چه شکل میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم که خب SSH، تلنت و حتی ترمینال از طریق وینباکس باکس و وفیک هم گزینه مورد نظر ما هستش همچنین بحث نال مودم کیبل هم وجود داره که باهاش آشنا خواهیم شد در نهایت پرینسیپل های سی روتر او رو باهاش آشنا خواهیم شد علامت سوال به چه دردمون میخوره تب نویگیشن و همچنین چگونه هیستوری رو هم ببینیم باهاش آشنا خواهیم شد این اشار کانفیگ رو یاد میگیریم بحث ون دی سی پی کلاینت لن آی پی ادرس و حتی دیفالت گیت رو با هم میبینیم بحث نت مسکیوریت رو باهاش آشنا میشیم که قطعا میتونه بسیار برای ما کاربردی باشه یاد میگیریم که چگونه روتر او رو آپگرید کنیم مدل های مختلف آپگرید روتر روت او رو میبینیم و همچنین با بحث منیج کردن لاگین و یا حتی سرویس روتر او رو هم یاد میگیریم در نهایت بحث بکاپ رو با هم یاد میگیریم انواع مدل گرفتن بکاپ و انواع مدل ریستور کردن بکاپ رو هم میبینیم که به چه صورت هستش یاد میگیریم چگونه ریست فکتوری کنیم روتر او اس رو یا حتی بحث لایسنس رو با هم آشنا میشیم سری به سایت میکروتیک خواهیم زد به وقت لایسنس های میکروتیک و قطعا میبینیم که موارد خیلی خیلی زیادی هستش که سایت میکروتیک میتونه برای ما داشته باشه بحث ماجول دو رو اگه بخوام در رابطه باش صحبت کنم یاد میگیریم که چگونه DSCP کلاینت یا DSCP سرور رو اندازی بکنیم بحث لیز منیجمنت در رابطه با DSCP رو با هم یاد میگیریم آف رو باهاش آشنا میشیم اگه بخوایم در رابطه با ماجول سه صحبت کنیم بحث سویچینگ هستش یه جورایی و بحث بریجینگ رو یاد میگیریم چگونه پورتای خودمون رو بریج کنیم چه قابلیتی برای ما داره کانسپتش چیه اصلا به چه صورت هستش و همچنین بحث بریج وایلس رو هم یاد میگیریم در مجل چهارم که بحث روتینگ هستش با روت فلک ها و روت کانسپت ها آشنا میشیم استاتیک روت رو یاد میگیریم و با هم یه سری روت ها رو چه به صورت دیفالت و چه به صورت استاتیک و حتی داینامیک آشنا خواهیم شد در موجول پنجم که بحث وایلس هستش با کانسپت‌های های وایلس آشنا میشیم از A تا AC که قطعا میتونه به ما در رابطه با وایلس کمک کنه میتونیم با چین آشنا بشیم تیکس پاور دیتا ریت و میتونه این قضیه به ما خیلی کمک بکنه که وایلس بسیار بسیار استیبل تر و پایدار تر رو داشته باشیم با انواع وایلس سکیوریتی و اینکریپشن آشنا میشیم اکسس لیست ها کانتاکت ها همچنین دیفالت اتنتیکیشن آشنا میشیم قضیه سنوپر و ریجستریشن تیبل رو با هم میبینیم همچنین با بحث WPA PSK و WPA 2 PSK آشنا میشیم با بحث WPS یا بحث WPS کلاینت آشنا میشیم خب قطعا میتونه این موارد در رابطه با وایلس به ما کمک بکنه که شبکه وایلسی بسیار استیبل و همچنین سکیوری رو تجربه کنیم ماژول 6 برمیگرده به فایروال و ما با موارد مختلفی از فایروال به صورت حالا سورس نت، دیستینیشن نت، فست ترک فیلتر کردن و حالا کانسپت فایروال آشنا خواهیم شد. کوالیتی آف سرویس رو تو ماژول 7 هم یاد میگیریم که حالا یه سری سیمپل کیو ها رو با هم یاد میگیریم که البته ادوانس کیو توی مباحث دیگه ای گفته میشه ولی همین سیمپل کیو میتونه به ما در رابطه با quality of سرویس کمک های بسیاری رو بکنه باهاش آشنا خواهیم شد در موجود هشتم که بحث تانلینگ هستش با انواع تانل ها آشنا خواهیم شد PPA تانل, PPTP تانل, SSTP تانل و حالا انواع حتی IPSec رو باهاش آشنا میشیم قطعا میتونه این موارد به ما کمک کنه که وی پی بزنیم و اطلاعات ما به صورت کاملا سکیور شده بین مبدا و مقصد جابجا جا بشه خب این موارد واقعا میتونه به ما کمک کنه که باز شبکه سکیور داشته باشیم در واقع ماژول 8 و ماژول 6 اومدن که شبکه سکیور رو برای ما رقم بزنن و ما بتونیم با خیال راحت تری خودمون رو آماده حملاتی که از سوی هکرها انجام میپذیره بکنیم در آخرین مبحث یا ماژول 9 ما موارد زیادی رو باهاش آشنا میشیم بحث روتر او اس تولزا هستش که ایمیل نت وچ پینگ تریس روت و پروفایلر رو باش با آشنا میشیم یاد میگیریم چه جوری با میکروتیک ایمیل بفرستیم پینگ کنیم تریس روت کنیم تریس روت خیلی میتونه به ما کمک کنه در بحث ترابل شوتینگ همچنین مانیتور میکنیم ترافیک رو تورش میکنیم و همچنین گراف ها رو با هم میبینیم به چه شکل هستش SNMP رو با هم یاد میگیریم که باز در مبحث مانیتوری میتونه خیلی به ما کمک کنه یه آشنایت کلی هم با دود خواهیم داشت خب این سرفست های میکروتیک هستش که انشالله در این دوره قرار یاد بگیریم امیدوارم که این قسمت مورد قبولتون واقع شده باشه تا قسمت بعدی خدا نگهت